خب تا اینجا که اطلاعات خیلی خوبی بود و ازتون تشکر میکنم. چطور با شرکت وایز الاینس آشنا شدیم و در کدوم قسمت این شرکت به چه شغلی مشغول هستیم؟ من از طریق سایت لینکدین آشنا شدم. با توجه به آگهی تبلیغاتی گذاشته بودن که نیاز به نیروی کار دارن، رزومه و نمونه کارهایی که انجام داده بودم رو برای شرکت فرستادم. مصاحبه هایی با من داشتن و یک مدت به صورت آزمایشی با شرکت فعالیت داشتم و الان به عنوان بیزنس آنالیست اکسپرت در شرکت وایز الاینس در زمینه مشاوره سرمایه گذاری و تحلیل بیزینس ها و همچنین تحلیل اقتصادی فعالیت دارم. فکر کنم در ابتدا بهتر باشه ازت بخوام وایز الاینس رو کلا اول یه تعریف و توصیف بکنی، شرکت چیه و چه کار میکنه؟ شرکت وایز الاینس شرکت مشاوره بیزینسی هست که در زمینه تحلیل کسب و کارها فعالیت داره در خاک استرالیا و خدمات وایز الاینس یکی از ویژگی مثبتش این هست که خدمات بسیار گسترده‌ای هست با توجه به نیازهایی که یک کارآفرین یا سرمایه گذار در استرالیا میتونه داشته باشه، در بخش آموزش، تحلیل ها، بحث فاینانشال استیتمنت ها و آنالیز های تخصصی فعالیت میکنه. تمام چیزایی که گفتین خیلی تکنیکال بود. بیایم اینجوری بگیم، من نوعی وارد خاک استرالیا شدم و یک مهاجر هستم، شما تو چه زمینه‌هایی به من میتونید کمک بکنید؟ چه راهنمایی میتونید به من بدید؟ من چرا اصلا باید به شما رجوع کنم؟ مخاطب اصلی وایز الاینس افرادی هست که دوست دارن بیزینس خودشون رو داشته باشن و آرزوی این رو دارن که کسب و کار خودشون رو شروع بکنن. اگر نسبت به بازار استرالیا اطلاعات خاصی ندارن یا صرفا فقط یک ایده دارن و دوست دارن یک متخصص نسبت به ایدهشون نظر بده، دوست دارن بیزینس پلنی برای اون نوشته بشه، حتی اگر شرایط اقتصادی مناسبی ندارن، نیاز به سری وام‌های بانکی دارن و مسیر رو نمیدونن که از کجا باید شروع بکنن و کلیه مسیر چطوری هست، کاری هست که مشاوران وایز الاینس میتونن در این زمینه خدمات مختلفی رو خدمتشون ارائه بدن. حتی اگر به هر حال بازار استرالیا بازار متفاوت تری هست، نیاز به یک سری دانش‌های خاص تخصصی هست، تو این زمینه هم پکیج‌های آموزشی چه فارسی چه انگلیسی وجود داره و به صورت کلی میتونم بگم اگر توی جلسات مشاوره ما همیشه این خواهش رو داریم که هر گونه دغدغه‌ای که دارن رو مطرح بکنن، چون نسبت به تمام دغدغه‌های بیزینسی 100% ما پاسخ‌های مناسبی داریم. ببینید خیلی ها توی ایران کارمند هستن و در واقع برای شرکت ها دارن کار میکنن و کارفرمایی دارن و یک درآمد ماهانه‌ای دارن که حالا بسته به اون درآمد و سایر زندگیشون ممکنه زندگی راحتی داشته باشن، ممکنه نه کمی سختی داشته باشن، ولی کلا کسی که کارمنده و داره حقوق میگیره در ایران زیاد نمیتونه به تأسیس بیزینس خودش یا سرمایه گذاری برای خودش و کارفرما شدن خودش به اون صورت فکر بکنه و روش حساب بکنه. در مورد استرالیا میخوام بدونم، کسی که با پیار در استرالیا است به فرض 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال کار کرده، درآمدی داشته، از خدمات داره استفاده میکنه، آیا در استرالیا میشه به راحتی به شروع کسب و کار خودمون فکر بکنیم؟ آیا همچین چیزی اصلا واقع بینانه است؟ ببینید اول باید این موضوع رو در نظر بگیریم، فردی که وارد استرالیا شده پروسه مهاجرت رو طی کرده و در ابتدا باید یک مقدار زمان به خودش بده تا در استرالیا جا بیفته، بازار رو بشناسه، تقاضا رو در نظر بگیره و همچنین بتونه یک ایده رو به صورت اولیه آنالیز بکنه. اگر این زمان در حد مناسبش یک فرض به خودش بده، من فکر میکنم این فرصت وجود داره با توجه به تجربه‌ای که در بازار استرالیا داشتم. اما راه‌های مختلفی وجود داره که برای هر فرد، هر ایده، هر صنعت، هر بازار و هر کسب و کار میتونه متفاوت باشه و اینجا هست که در بازار استرالیا به مشاوران اقتصادی و مشاوران مالی، چه خبره‌ترین فعالان اقتصادی رو در نظر بگیریم، چه تازه‌ترین افرادی که وارد بازار میشن، به مشاوره تکیه بسیار زیادی دارن و این کاری هست که ما در شرکت وایز الاینس انجام میدیم تا بتونیم ریسک یک سرمایه‌گذاری، یک فعالیت رو تا جای ممکن کاهش بدیم. چرا من استرالیا رو بستر مناسبی برای شروع فعالیت اقتصادی میتونم؟ چون اقتصاد به نسبت پایداری داره و ما میتونیم برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم که یک بیزینس از کجا شروع میشه تا 5 سال آینده، 10 سال آینده به کجا میرسه. یک نکته دیگر که دوست دارم اضافه بکنم این هست که نزدیک به 98-99% اقتصاد استرالیا در دست اسمال بیزینس یا خرده بنگاه‌های اقتصادیه.
که بین 2 تا 5 نفر نیروی کار داریم، در اگر مدل اقتصادی رو بخوام مثال بزنم، مانند یک استارتاپ فعالیت میکنم و اونجا بحث تکنولوژی و پروداکتیویتی هست که میتونه مؤثر باشه و یک مزیت رقابتی لحاظ بشه. یعنی ما اگر از یک شروع فعالیت بیزینسی صحبت میکنیم، نیاز نیست اسکیل بالا یک بیزینس بزرگ رو در نظر بگیریم. در یک بازار کوچک، یک به عنوان نیش مارکتینگ یا بازاریابی کنج از اون ما یاد میکنیم، فرصت های بسیار زیادی هست که در بررسی های مختلف میتونیم فرصت ها رو آنالیز بکنیم. ممنون از شما.